سلام، مهسا رضایی هستم و توی این ویدیو میخوام نحوه گرم کردن اصولی قبل از شروع تمرین رو بهت یاد بدم. گرم کردن یکی از مهمترین بخش های تمرینه و اگه بتونی که گرم کردن اصولی خوب داشته باشی میتونی ریسک آسیب رو پایین بیاری و عمر ورزشکار بودنت رو بالا ببری. اما اینکه چقدر از زمان تمرینمون رو به گرم کردن اختصاص بدیم و یا اینکه با چه حرکاتی گرم کنیم میتونه واسه هر ورزشکاری منحصر به فرد باشه، بسته به اینکه اون ورزشکار چه بدن خشک یا منعطفی داره، چه مشکلات موبیلیتی داره، چه ضعف‌های عضلانی داره و یا اینکه توی اون جلسه تمرینی میخواد روی کدوم یکی از گروه‌های عضلانیش تمرین کنه. همه اینا میتونه روی گرم کردن تاثیر مستقیم بذاره و قراره توی این ویدیو در مورد همش باهات صحبت کنم. اما قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم یادت نره که ویدیو ما لایک کنی و من هم سابسکرایب داشته باشی. درسته که یک گرم کردن کارآمد با توجه به ویژگی هایی که ورزشکار داره میتونه شامل حرکات متفاوتی بشه، اما میتونیم یه قانون کلی برای گرم کردنمون بذاریم و بر طبق اون جلو بریم. یعنی یه جلسه گرم کردنیمون باید شامل فوم رول و ماساژ عضلات کوتاه، کشش عضلات کوتاه شده و افزایش موبیلیتی مفاصل محدود شده و فعال کردن عضلات ضعیف و عضلات هدف باشه. پس تو قدم اول باید عضلات کوتاه بدنمون رو بشناسیم و اونا رو با فوم رول، توپ تنیس یا ماساژگان ماساژ بدیم. همینطور عضلاتی که از جلسه تمرینی قبلی گرفته و خسته هستن هم ماساژ میدیم. ماساژ و فوم رول کردن عضلات کوتاه میتونه به صورت کوتاه مدت انعطاف اونا رو بهتر کنه. همینطور جریان خون رو توی عضلات افزایش میده و باعث میشه که گرفتگی توی عضلات کاهش پیدا کنه و ریکاوری هم بهتر بشه. ولی لازم نیست که هر روز کل عضلات بدنتو فوم رول کنی، این میتونه فقط وقتتو تلف کنه. فوم رول کردن عضلاتی که کوتاهن یا گرفتگی دارن اونم برای یکی دو دقیقه میتونه کافی باشه. تو قدم دوم باید عضلات کوتاه شده رو بکشیم و مفاصلی که دامنه حرکتی محدودی دارن رو بشناسیم و روی موبیلیتی و افزایش دامنه حرکتی اون مفاصل کار کنیم. به طور مثال من ممکنه مشکل موبیلیتی مچ پا داشته باشم، یعنی زانوم نتونه به اندازه کافی جلو بیاد و از پنجه پام رد بشه. پس تو شروع تمرین عضلات ساق پام رو فوم رول میکنم و موقع فوم رول عضلات ساق پا پات رو به داخل و خارج هم بچرخون. بعد عضلات پشت ساق پام رو میکشم. برای احساس کشش بیشتر سرسینت رو به جلو هل بده. و در آخرم با بند روی موبیلیتی مچ پام کار میکنم. توی این حرکت بند باید زیر مچ پا قرار بگیره نه روی ساق پا، که کمک کنه استخون زیر تیبیا به عقب و پایین حرکت کنه و فضای بیشتری برای حرکت به جلوی استخون ساق پا باز بشه. یه ویدیوی کامل در مورد موبیلیتی مچ پا درست کردم که دوست داشتی میتونی تماشاش کنی. یا ممکنه مشکل موبیلیتی و محدود بودن حرکت تو مفصل لگن رو داشته باشم. پس اول عضلات کوتاه رو فوم رول می کنم که این عضلات ممکنه عضلات باسن یا عضلات چهار سر. یا عضله خیاطه باشه.
بعد میتونیم اون عضلات خشک رو به صورت استاتیک یا داینامیک بکشیم، مثل کشش عضلات خیاطه. کشش لگن در چرخش خارجی. کشش لگن در چرخش داخلی. کشش عضلات باز کننده لگن. توی این کشش هرچی بیشتر بتونی سرسینه رو به دیوار نزدیک کنی، کشش بهتری رو احساس می‌کنی. بعد کشش های داینامیک. زانوها 90 درجه خمه و پای جلو تو حالت چرخش خارجی لگن و پای پشت تو چرخش داخلی قرار داره. سعی میکنیم زانوها رو به سمت زمین فشار بدیم و یکم مکس میکنیم و بعد پاهامونه با هم جا به جا میکنیم. بازم میگم لازم نیست هر روز همه ی این کشش ها رو انجام بدی. میتونی با توجه به محدودیت های موبیلیتی که داری کشش های لازم رو انتخاب کنی. اگه هم مشکل خاصی نداری، انجام کشش‌های داینامیک میتونن انتخاب خوبی باشن، چون با یه حرکت میتونی نقاط مختلف رو تمرین بدی و گرم کنی. همینطور اگه محدودیت موبیلیتی خاصی داری میتونی از بند برای افزایش دامنه حرکتی مفصل استفاده کنی. حالا فرض کنیم که مشکل موبیلیتی شونه دارم. پس اول تمرین حتما عضلات پشت و عضلات زیر بغل رو به خوبی فوم رول می کنم. حتی میتونیم از فوم رول برای کشش عضلات سینه هم استفاده کنیم. تو این کشش میتونی از یه وزنه واسه فشار دادن دستت به زمین کمک بگیری. همینطور باید سعی کنی که دستات رو صاف به سمت وزنه بکشی و با سنت باید حتما روی زمین بمونه. تو حالت پیشرفته تر میتونی یه چیزی زیر فوم رول بذاری که سطحش بالاتر بیاد. حالا عضلات سینه رو هم با فوم رول ماساژ میدیم.
همینطور عضلات سینه و سرشونه رو میکشیم. دستمون رو میتونیم با توجه به کششی که میخوایم با آرنج یکم خمتر یا بازتر روی میله بذاریم و بعد بالا تنمون رو به سمت بیرون میچرخونیم. حواست هم باشه که چرخشت انقدر زیاد نباشه که به جای احساس کشش تو عضلات سینه و سرشونه احساس فشار تو مفصل شونه کنی. و برای داشتن یه شونه یه سالم، عضلات لات هم نیاز به کشیدن دارن و نباید کوتاه بشن. با دست بالایید میله رو میکشی و با دست پایینی میله رو هول میدی که سرسینت به سمت بیرون بچرخه و کشش خوبی رو تو عضلات زیر بغلت احساس کنی. حالا میتونیم با یه چوب یا یه دسته یه تی کشش رو به صورت داینامیک اجرا کنیم. هر چقدر بتونی با دستای بسته ترین چوب یا پی وی سی رو بگیری بهتره، به شرطی که دستات کاملا صاف بچرخه و به هیچ عنوان موقع چرخش آرنجات خم نشه. خب تا اینجا یه کار دو گزینه اول رو تیک زدیم و به مرحله آخر گرم کردن میرسیم. حالا باید عضلات ضعیف رو بشناسیم و اونا رو قبل از شروع تمرین اکتیو و فعال کنیم. همینطور عضلاتی که توی این جلسه تمرینی بیشتر از همه درگیر میشن رو هم باید فعال کنیم. به طور مثال امروز اسکوات داریم و متوجه شدیم که توی اسکوات زانوی ما به داخل میره، پس احتمالاً عضله گلوتوس میدیوس ما ضعف داشته باشه. ما جلوتر روی موبیلیتی مچ پا و لگنمون کار کردیم و حالا توی مرحله سوم از یه بند نازک کمک میگیریم که برای حل این مشکل عضله گلوتوس میدیوسمون رو اکتیو و تقویت کنیم. یکم از لگن به جلو خم میشیم و پایی که روش ایستادیم هم یکم خم میشه. پای دوممون عقب تر از بدن قرار میگیره و بعد باید تا جایی که میتونیم با زانوی صاف از پهلو بالا بیاریمش. یادت باشه که این کار رو با کنترل انجام میدیم نه با سرعت. حالا باید عضلات پا و مرکز بدن یعنی کور رو فعال کنیم، چون عضلاتی هم که تو انجام اسکوات درگیر میشن و باید قبل از اینکه زیر وزنه قرار بگیریم اونا رو اکتیو و فعال کنیم. پس میتونیم ساید پلنک اجرا کنیم که عضلات کورمون درگیر بشن. احتمالاً این تمرین رو دیگه همه بلدن. بدن توی یه خط باشه و عضلات شکم و باسن منقبض بمونن. میتونی این کار رو واسه 2 تا ست 30 ثانیه ای انجام بدی و اگه ساید پلنک واسه سخت بودن میتونی به جاش پلنک معمولی اجرا کنی. و بعد با اجرای این حرکت عضلات پامون رو به صورت داینامیک مورد کشش قرار میدیم و اکتیو میکنیم. این تمرین میتونه جزو کشش‌های داینامیک هم قرار بگیره، چون وقتی باسن بالا میاد توی پشت پات احساس کشش میکنی و وقتی تو حالت اسکوات قرار میگیری هم باید آرنجات داخل پا باشه که زانوهات رو به سمت بیرون فشار بدی. بعد از اجرای مثلا 10 تکرار از این حرکت رو حالت اسکوات بشین و در حالی که سعی میکنی سرسینت رو بالا نگه داری برای 30 ثانیه صبر کن. شما الان آماده شروع تمرین اسکوات هستی؟ حالا اگه قرار بود مثلا تمرینمون با حرکت پرس سرشونه شروع بشه، بعد از فوم رول و کشش عضلات کوتاه و موبیلیتی های لازمی که انجام دادیم، مثل قبل باید اول عضلات ضعیف رو هدف قرار بدیم.
به طور مثال ضعف عضلات روتیتور کاف پشتی میتونه باعث درد تو مفصل سرشونه بشه. پس خیلی مهمه که قبل از تمرین این عضلات رو فعال کنیم اگه اونا ضعیفن. از یه بند که به یه جا وصل شده استفاده میکنیم و بند رو به جایی که تقریبا هم سطح دستمون هست وصل میکنیم. بازوها رو کنار بدن نگه میداریم و دستمون رو به بیرون باز میکنیم. من هر دست رو به صورت جداگونه تمرین میدم که دست قوی تر نتونه کار بیشتر رو انجام بده. حالا واسه آماده کردن عضلات برای تمرین پرس سرشونه یه تمرین با یه بند تو همون دامنه حرکتی انجام میدیم. بند رو دور مچ دستام میذارم و دستامو از هم دور میکنم که بند کشیده بشه. همینطور سر و سینه رو بیرون نگه میدارم و استخون کتف از پشت به هم نزدیک میکنم و دستا رو با کنترل تا بالای سر صاف میکنم. یه مکس کوچیک دارم و برمیگردم. توی تمام مسیرم با دور نگه داشتن دستا بند باید در حالت کشیده شده باشه. حالا شما آماده ی اجرای تمرین پرس سرشونه هستی؟ یادت باشه که توجه کردن به حرکات کششی و موبیلیتی همین که فقط توی گرم کردن و سرد کردنت انجامش بدی باعث میشه که توی دراز مدت دامنه ی حرکتت بیشتر بشه. اینجوری میتونی حرکات رو با استایل و تکنیک درست تری اجرا کنی. در نتیجه میتونی وزنه های سنگین تری رو بلند کنی. پس عضلاتت رشد بیشتری خواهند داشت و پیشرفتت هم سریع تر میشه. در کل همه چی همینجوری زنجیروار به هم وصله. تازه ریسک آسیب دیدنت رو هم پایین میاری. تمرینایی که دیدیم فقط یه نمونه و مثال هستن تا متوجه اصل مطلبی که گفتم بشی. اگه ورزشکار منعطفی هستی احتمالاً کارت راحت‌تر و بتونی با انجام یه سری کشش‌های داینامیک و انجام یه سری حرکات برای اکتیو کردن عضلات ضعیف و عضلات هدفگرم بدنت رو تموم کنی. اما اگه به اصطلاح ورزشکار خشکی هستی نیازه که زمان بیشتری بذاری تا کشش‌های استاتیک و حرکات موبیلیتی رو هم به اون اضافه کنی و احتمالاً نیاز باشه که تعداد حرکات بیشتری رو هم انجام بدی. این کاملا میتونه به بدن ورزشکار و سطح تمرینی ورزشکار بستگی داشته باشه و واسه بعضی ها ممکنه گرم کردنشون حتی تا یک ساعت هم طول بکشه. امیدوارم که ویدیو واسه مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایکش کنی و برام کامنت بذاری یا این ویدیو رو برای اون دوستات که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی. اگه هم موضوع و یا ایده خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش واسه ویدیو درست کنم توی کامنت ها حتما بهم بگو. خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم. موفق باشی.